4 آوریل روز جهانی آگاهی در مورد مین است. این مناسبت فرصتی را برای جهانیان فراهم می‌کند تا پیشرفت و چالش‌های باقی مانده در پاکسازی مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده را که هنوز در بیش از 60 کشور و مناطق دیگر غیر نظامیان را به مخاطره می‌اندازد مورد بازبینی قرار دهد و بر اهمیت آن تمرکز کنند. گزارشی از شهلا آراسته. یکی از پدیده‌های جنگ و درگیری و بحران و بروز ناامنی، زمین‌های مین‌گذاری شده و مهمات منفجر نشده چه در حین جنگ و یا پس از پایان آن در کشورها و مناطق است که به جای مانده است. سروان جانی جونز در ولایت هلمند در افغانستان در یک روز آفتابی مشغول گشت بود که ناگهان یک مین زمینی منفجر شد و زندگی این تفنگدار ارتش آمریکا برای همیشه دگرگون شد و او هر دو پای خود را در انفجار از دست داد. مین‌های باقی مانده در مناطق جنگ زده جهان همواره تهدید بزرگی نه تنها متوجه نیروهای حافظ امنیت، بلکه متوجه غیر نظامیان این مناطق است که در پیگیری زندگی روزانه به دام انفجار مین‌های پنهان و پاکسازی نشده می‌افتند. بیماران این بیمارستان در کابل در افغانستان بیشتر قربانی انفجارهای مین هستند. اگر امی خودکشی جرم نباشه، گناه نباشه، تا سرحد شده که ما باید خود بکشم. اینا ما خوش نیستم که زنده بارم. زندگی ما خو خراب بسته. ما کدام زندگی ندارم، من نداشتم دیگه. فعلا دیگه درباره زندگی خود تصمیمی ندارم. مگانه امید و آرزوی میسته که خوشحالی پدر، مادر، دیگه برادران اینا خوش باشم، من خوش هستم. ایالات متحده بزرگترین کشور حامی مالی تلاش ها برای رسیدگی به تهدیدهای انسانی مین‌ها و مهمات منفجر نشده پس از درگیری ها و کاهش در دسترس بودن بیش از حد سلاح‌ها و مهمات خطرناک است و از نزدیک با شرکای جهانی برای کاهش این تهدیدها علیه مردم بیگناه از جمله کودکان کار می‌کند. از سال 1993 آمریکا نزدیک به 3 میلیارد دلار صرف پاکسازی انواع سلاح‌ها و مواد منفجر و مین در بیش از 100 کشور کرده و برنامه‌هایی را در سراسر جهان با هدف کاهش این خطرات و بهبود امنیت انبار تسلیحاتی مورد حمایت قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا با همکاری نزدیک وزارت دفاع و صندوق قربانیان جنگ آژانس بین‌المللی توسعه آمریکا به کشورهای متعددی برای آری کردن سرزمینشان از مین کمک کرده است. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.